اینجا هم میره طبقه بالا. کاشی‌های زرین فام و پلاک‌های سفالی دوران سلجوقی و ایلخانی. باز این جزئیات که نظر من به خودش جلب کرد. میزم قشنگ شکل جالبی داره. میز قسمت کاشیه، روش هم سنگه. تابلو پارچه یا همون سجاده. دست بافت. کفشون چه صدایی میده. نوشته چی؟ نقشه گسترده چوپو شماره 3. ردیف اول نبرد رستم و دیو، ردیف دوم نبرد شیر و اژدها، ردیف سوم داستان لیلی و مجنون. چه جالبه. عمل غلام حسین 1243. نقش گسترده چپق 2. این هم 3 ردیف داره. بالاییه من مست می عشق لب لعل حبیبم، من مست می عشق لب لعل حبیبم. بالا بالایی است که اون نوشته هست. ردیف اولم نقش دراویش، نقش ردیف دوم نقش شیرین و خسرو، ردیف سوم نقش شیرین و فرهاد. این نوشته پایینم نوشته زبان تیشه ندانم چه گفت با فرهاد، که تا صبح قیامت به خواب شیرین است. این هم نقش چپوق یکه. ردیف اول چیه؟ داستان رستم و سودابه است. ردیف دوم رستم و سهراب. ردیف سوم رستم و اکوان دیو. هم چیزی نشیدم. پنجره‌هاش خیلی جالبه. همشون هم یه سری پرده‌ها داره متعدد شد. باز این جزئیات و حتی این لوترش خیلی زیباست.
بلیان قرن 13 و 14 هجری قمری برای بلیون بازو و بلیون کشو. این هم باز همون قلیونه خوزه قلیون شیده حلول تلمبه کن تند خاموش اینم باز کاشیکاری هست. اینجا بهش میخوره که شبیه آشپزخونه بوده. این هم دوله هاست برای آب و این هم ظروف مسیه باز این ریزکاری ها این هم باز یه سری کوزه قلیونه این هم فلزیه اون قبلی ها سفال بود اینا پیپه پیپ و چوبه فکر کنم آره پیپ و چوب سیگار قرن 14 چوبه و بافور جنس چوب، سفال، فلز و سنگ فلزی این اولیه دومی چوبه، اینم چوبه سنگشون نمیدونم میخوره به سنگ باشه یعنی قدیمی تو همه چیز ظرافت رو خرج میدادن نباشه حتی برای چوب سیگارشون هم ارزش قائل بودن این هم باز یه سری مدل کوزه قلیونه این هم از جنس فلز و مس قطعا برن قرن 12 تا 13 بود واجه جزئیات دیگه سردر حد داخل برگردیم بریم بالا اسپیدون بریم بالا خب تمام میشه اینجا
این بنا تو این منطقه خیلی عجیب غریب است. این هیاهوی تو خونه و مدینه و خمینی و حسن آباد یه دفعه بیایی اینجا حیات باصفا رو ببینی، حتما بیاید ببینید. به نظر من ارزش دیدن 100%.